برای گوش کردن به موسیقی و دیدن ویدیو و فیلم هایی که شما اضافه می کنید به آیفونتون، بعد بیاین توی قسمت آیپاد. توی این قسمت آیپاد خب پلیلیست هاتون اینجا دیده میشه. من خودم به شخص خیلی علاقه دارم به این پلیلیست، همونطور که توی بخش کامپیوتریمون هم دیدید گفتم. اگه خواستین به ترتیب اسم آرتیست ها ببینید اینجا میاین، اگه خواستین به ترتیب اسم آهنگ ها ببینید اینجا میاین، اگه خواستین فیلم هایی که توی آیفونتون دارین ببینین اینجا میاین. این یکی از قسمت هایی که خیلی عجیبه و خیلی ها دنبالش میگردن. از خود من خیلی سوال شده که این فیلم هایی که اضافه کردیم کجا رفت. توی آیپاد توی قسمت ویدیوتون بعد دنبالش بگردید. مور هم که چند تا عنوان دیگه است، مثل آدیو بوکس که اینجاست، مثل آیتیونز یو یا پادکست. عنوان آخری که این مور داره به اسم شیرد واقعا فوق‌العاده است و اینجا آخرشه و واقعا آخرشه. خیلی چیز جالبیه، حالا توی درس دیگه در موردش صحبت میکنیم و واقعا به درد میخوره. خب حالا برمیگردیم توی پلیلیست. من میام توی این الیست تو گو و اینجا میخوام یه آهنگ گوش کنم، مثلا فرض کنیم مثل گودو جونزی. توی شرایط عادی اگر شما پلی رو بزنین خب اینجوری دیده میشه. اگه آلبوم آرت هم داشته باشه آلبوم آرتش اینجا دیده میشه. اگر یک بار دیگه با انگوش روش تپ بکنید میتونید از این بالا آهنگ رو عقب جلو بکنید، و اگرم لیریک اضافه کرده باشید به آهنگتون یا اصلا آهنگتون اوریجینال باشه و لیریک داشته باشه اینجا اون لیریک دیده میشه، مگر اینکه خودتون بخواین حذف بکنین، بگین آقا اگر آهنگ لیریک هم داشت من نمیخوام ببینمش. مثلا فرض کنین میخواین آلبوم آرت رو فقط ببینین، میتونین بیاین اینجا توی سیتینگ، توی آیپاد و اینجا لیریک اند پادکست رو آف بکنید. حالا اگر شما بیاین اینجا و نگاه بکنین بلافاصله براتون حذف میشه. من خودم میذارم معمولا آن بمونه، چون نه که خیلی نیاز به لیریک داشته باشم ولی به هر حال بودنش بد نیست، بامزده است، آدم اونم میبینه. این بالا شما سه تا آیکون کوچولو دارید که یکیش لوپ اسمش و ریپیته، یکیش شافله و یکیش هم جینیسه. این عنوان وسط که جینیسه حتما شما باید توی آیتیونزتون تنظیمش بکنید و حالا من تو اینجا راجبش صحبت خاصی نمی کنم. این عنوان لوپ اگر شما این پلیلیستتون از اول همینجوری گوش کنید آهنگا رو بره تا آخر و مثلا این آهنگ آخر پخش شه برای شما، وقتی تموم بشه دیگه قطع میشه. دقیقا میاد اینجا. مگر اینکه شما این آیکون رو بزنید و وقتی آبی رنگ شد کل این پلیلیست رو هی براتون تکرار میکنه، یعنی از اول پخش میکنه میره تا آخر، دوباره میاد از اول پخش میکنه میره تا آخر، حالا الاخر. اگر هم خواستید یه آهنگ رو ممتد گوش بکنین، مثلا فرض کنین یه آهنگی مثل چه میدونم آهنگ فرض کنیم همین گودو، من خیلی دوست دارم که مثلا 20 دفعه پشت هم گوش کنم این آهنگو، چیزی که خود من خیلی علاقه بهش دارم که یه آهنگو چندین بار گوش کنم. یه بار دیگه شما روش کلیک میکنین یه یک کوچولو این گوشه دیده میشه، به این معنا که این آهنگ دائم تکرار خواهد شد و ریپیت خواهد شد. اما این عنوان دست راستی که شافله چی کار میکنه؟ شما اگر بیاین اینجا و مثلا این پلیلیست رو داشته باشید از بالا همینجور دونه دونه پخش میکنه میره تا پایین، ولی اگر شافل رو بزنید برای شما به صورت نامنظم همون پلیلیست رو پخش میکنه. مثلا میگم ممکن اول همین آهنگی که دارید گوش میکنین رو پخش کنه، بعد بیاد بالا اینو پخش کنه، بعد بره پایین اون یکی پخش کنه، نامنظم پخشش رو میکنه، به شما یه میکس جدید میده. و نه الان پازش میکنم. یه نکته جالب دیگه اینجا وجود داره، شما اگه خواستین برگردین توی پلیلیستتون هم میتونین این آیکون بالا رو بزنین، هم میتونین ببخشید معذرت میخوام روی خود صفحه درگ بکنید به سمت چپ، دقیقا پلیلیستتون میاد. یعنی این یکی از اون شورتکات هایی که خیلی به دردتون میخوره، این درگ کردن به سمت چپ. نکته دیگه هم که هست و خیلی 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 کارایی داره، یعنی من نمیتونم بگم چقدر کارایی داره، زمانی که اصلا شما داره آهنگتون پخش میشه و اومدید بیرون از اینجا و گوشیتونم میره تو مود اسلیپ، من الان این دکمه لاک بالا رو میزنم، حالا شما میخواییم برین توی آهنگ بعدی یا آهنگ قبلی، اگه دوباره روشنش بکنین این اتفاق میفته، به شما نشون میده که چه آهنگی داره پخش. اجازه بدید من یه ذره کمش هم بکنم.
ولی الان اگه من میخوام برم آهنگ قبلی یا بعدی یا صدا رو کم و زیاد بکنم چیکار بکنم؟ خب صدا رو از بغلم میتونم کم و زیاد کنم، ولی آهنگ قبلی و بعدی چطور؟ شما اگر دکمه هوم رو که این دکمه بزرگ وسطه دو بار پشت هم بزنید این عنوان میاد که حالا شما از جمع میتونید آهنگ قبلی، آهنگ قبلی و آهنگ مثلا بعدی. اگر خواستید میتونید پازش بکنید یا صدا رو کم و زیاد بکنید. خب این شورتکات فکر کنم خیلی به درد بخوره، خود من رو خیلی واقعا آرامشی به میده و خیلی 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 کارایی داره. یه آیکون کوچولو هم شما این بالا دارین که اگر از یه آرتیست خاصی مثلا مثل جونزی چند تا آهنگ داشته باشین اینجا لیست میشه همش براتون و میتونین اینجا انتخاب بکنین و حالا بگین این یکی آهنگ رو برام پخش کن یا اون یکی آهنگ رو برام پخش کن، یا میتونین بهش ریت بدین. اینی که این بالا شما میبینین ستاره است و میتونین ریت بهش بدین، میتونین مثلا بگین ریتش این آهنگ از نظر من 1 یا 5 یا مثلا هر چیزی، میتونیم ستاره بدیم بنا به دلخواه خودتون بشه. زمانی که شما شافل میکنین و زمانی که میذارین رو مود شافل یا زمانی که برنامه های دیگه دارن از آهنگ های شما استفاده میکنن، میگردن دنبال اونایی که ریتینگ بالایی دارن یا زیادتر پخش شدن. یعنی اگه یه آهنگ رو شما 50 دفعه گوش کرده باشید یا آهنگ رو 2 دفعه گوش کرده باشید، ترجیحا میره سراغ اونی که 50 دفعه گوش کردید. اگه یه آهنگ 4 ستاره داشته باشه یا آهنگ 1 ستاره داشته باشه، طبیعتا اونی رو انتخاب میکنه که 4 تا ستاره داره. اینم یه نکته دیگه است که گفتم شاید دونستنش خالی از لطف نباشه. آخرین نکته که بهش میپردازیم این کم و زیاد کردن آهنگا توی پلی لیست. شما اگر خواستید اینجا میتونید بیاین فرض کنید که این آهنگ بلز اند بلاکس رو میخواییم پاک بکنید. اینجا شما ادیت رو میزنین، منفی این گوشه رو میزنین و دیلیت رو میزنین. وقتی هم که تمام شد دان رو میزنید. اگر خواستید میتونید کلیر رو بزنید، کل پلیلیست رو برای شما حذف میکنه و کلیر میکنه. اگر هم خواستید میتونید فرض کنید دیلیت رو بزنید و باز همینطور کل پلیلیست رو براتون دیلیت میکنه. یه نکته کوچیک دیگه اینجا هست و اونم اینه که اگه تو این پلیلیست خواستی چیز رو جابجا بکنی چیکار می‌کنی؟ مثلا من الان تو این الیست تو گو دوست دارم مثلا دایسم بالاتر از کامینگ کام پخش بشه، یا فرض کنین مثلا این چی خدای جابجا بکنم، مثلا دوست دارم این آهنگ Why Does My Heart Feel So Bad، چقدرم اسم طولانیش، اینو بیارم بالاتر. شما میتونین بیاین این بالا بهش بگین ادیت میخوام بکنم اینا رو. حالا اینجا اگر شما بیاین انگشتتون رو روی این تیکه بذارین و بکشید بالا، توی پلیلیست میتونین جابجا بکنین. و حالا من ممکنم اصلا بگم لیف می آپ رو میخوام بیارم بالا، اینو میتونم بیارم بذارم اینجا. یا اگر خواستین حذفش بکنین که خب این منفی رو میزنید.